یه شهرکی رو در نظر بگیری که توش از همه جای دنیا بهترین هنرمندان جمع شدن و دارن آثار هنری تولید میکنن و شما هم کسی هستید که دارید در مورد تاریخ هنر محتوای ویدیویی تو یوتیوب تولید میکنید این موضوع باید خیلی براتون جالب بشه نه خصوصا وقتی بدونید که این شهرک تو کشور ایران بوده و کی زمان مغول شهرکی شگفتانگیز که نمونهش در تاریخ نیست خیلی جالبه خب من هومن حسنی هستم و اینجا دلارت هست تو دلارته ما سراغ پدیده های تاریخ هنر بیم و امروز میخوایم در مورد این اتفاق بزرگ هنری که به عنوان شروع دوره اوج نقاشی ایران ازش یاد میشه صحبت بکنیم گرچه من به عنوان یک علاقمند به هنر همه ادوار هنری تاریخ ایران برای ارزشمند و زیباست اما چیزی که جهانیان از نقاشی ایرانی میشناسند مربوط به دوره پیش از اسلام نیست بلکه تو دوره اسلامی اونم تو یک مقطع خاصه دوره بعد از اسلام این دوران بعد از اسلام رو میتونیم تو سه بخش تقسیم بکنیم دوره روش، دوره اوج و دوره افول دوره رشد از شروع اسلام تا مغول یعنی صده یک تا هفت که شروع که روش چشمگیری هم نداره دوره اوج رو از مغول تا اواخر صفوی میدونیم اصلا وقتی میگن نقاش ایران معمولا این دوران رو میگن در مورد تاریخ و نشناسا تعریف کنیم غربی ها مشخصا اونا نقاش ایران رو میگن مال اون دوره است مال مغول تا اواخر صفویه که ما بعدش هم دیگه بعد از دوران صفوی هم دیگه یه دوره افولی رو داریم برای نباشیم ما امروز میخوایم در مورد اون دوران رشد صحبت بکنیم کلی داستان و تاریخ بگیم تا برسیم به این که چی شد که یهو در قلب مغولها یک شهرک ساخته شد که هنر ایران رو به سمت رشد و شکوفایی برد خب دوره قبل از اسلام دو نقاشی داشتیم نقاشی دیواری که مورد سفارش و پسند دربار بود و نقاشی کتاب که برای مانویان بود مانویان همون پیروان پیامبر مانی تو بعد از اسلام فقط یکی از اینامون نقاشی دیواری فراموش شد ولی نقاشی داخل کتاب نه تنها مون که رشد کرد و منجر به آثار بزرگ تاریخ هنر شد اما چرا یکی از بزرگترین عاملانش نهضت ترجمه بود این ترجمه کردن ترجمه کردن آثار کار ما ایرانیان نبود اسلام آوردش به مرکزیت بغداد خلیفه های عباسی مثل هارون رشید مثل معمون اینها آدم های علم دوست و شاید فرهنگ دوستی بودن که اینا بزرگان رو جمع می کردن در مکانی به اسم بیت الحکمه که یه مرکز دولتی بود که کتاب ترجمه بشه به زبان و فرهنگ اسلامی وارد بشه حالا چرا ربطی به نقاشی داره برخی از این کتاب هایی که ترجمه می کردن اینا خودشون تصویر داشتن پس تصویر به کتاب ما اضافه می شد و چون در خدمت دانش مسلمان بود حساسیت منفی ایجاد نکرد یعنی علمای دینی ممنوعیتی نداشتن این برای که برای عباسیان در بغداد مرکزیت بغداد بودیم به حکمه تو این دوره ایرانیان دارن به تدریج خودشون رو از زیر سلطه اعراب بیرون میارن چطوری اینا حکومت های نیمه مستقل و مستقل درست میکردن تو خاک ایران مثل کیا معروفترینشون سلجوقیان حکومتی مقتدر با فرهنگ آبادگر برای کی داریم میناره میگیم برای 420 تا 582 قمری تورانی ترین حکومت قبل از حمله مغول هم هست این سلجوقیان اصلا این سلجوقیان قطعا در زمینه هنرپروری مهمترین حکومت قبل از حمله مغولن حکومت بعدی که خارزشاهیان باشه اگر هنری داره از سلجوقیه گرفته این حکومت ها داشتن در مورد حکومت های مستقل و نیمه مستقل حرف تو زمان عباسیان خلافت عباسی این حکومت نیمه مستقل که تو ایران بودن همشون اسلامی بودن از غزنویان تا آل بویه سلجوقیان همشون خودشون رو خلیفه های عباسی میدونستند که مرکزش در بغداد بود خلیفه هم که میدونیم چه دیگه یعنی نماینده از طرف سلطان مسلمان ها کسی که تو بغداد به عنوان خلیفه نشسته بود با اینکه حتی ممکن بود قدرت نظامی قویتری هم داشته باشن و از اون حکومت مرکزی تو بغداد اولی قدرت مذهبی نه و از اونجایی که عموما مردم مسلمان بودن وقتی حکومتی میخواست خودش رو رسمی بکنه حتی شده سوری خودش رو نماینده عباسیان معرفی میکرد برای چی داریم اینا رو میگیم برای که اون نهضت ترجمه و سنتی که صنعت ترجمه که توی بیت الحکمه بغداد جاری بود و کتاب مصور می شد کتاب علمی مصور می شد تصویر سازی می شود. نقاشی می شد حکومت ما هم به تاثیر از خلافت عباسی چنین هنری رو دنبال کردن مثلا کتاب خواسال اشجار یا کتاب گیاهشناسی بود یا مثلا مفیدالخاص کتاب پزشکی یا خیلی از کتاب های علمی دیگه مال اون دوره و اون, اون نهضت. اما روح ادب دوست ایران به زودی مزامین ادبی رو جایگزین مزامین علمی کرد قدیمیترین منظومه ی مصبر ما ورقه و گلشاهه و بعد از اون هم دیگه خیلی کتاب علمی مصبر نکردیم حالا که اصلا نداشته باشیم ولی نسبت به کتابهای مصور ادبی دیگه یک چیز حاشیه ای شد خب لازم این مقدمات رو بگیم تا برسیم به اون نقطه که بار شروع کردیم اون موضوع اتفاق که سرآغاز دوره رشد نقاشی ایرانه که جالب مقارن با مغول یه پارادوکسیه اما هنوز وارد حمله مغول ها اصلا نشدیم بیا در مورد اوضاع ایران تو قرن هفتم صحبت بکنیم سنجوقیان بسیار خوشنام هستند در فرهنگ مثلا به عنوان مثال اینو باید بگیم که وزیر ملکشاه خاج نظام الملک که میشناسیمش حداقل به اسم میشناسیمش اینقدر مراکز علمی یا مدرسه ساخته بود که این مدارس به احترام خاج نظام نظامیه نامیده میشدند که تا صدها سال بعد همچنان به این مدرسه ها میگفتن نظامیه به مدرسه میگفتن نظامیه این یه مثاله که بفرمایید سرجوگیان چقدر به ادب و علم اهمیت میدادن گرچه کتاب های به جامونده کلا 6 از اون دوره و دلیلش همینه که مغول از بین بردن همونطور که تصویری که از مغول تو ذهن ماست ویرانگریه در مورد ورود مغول ها یه چیزی بگیم محمد خارزشاه پادشاه ایران بود شاهی بسیار مغرور دقدقش این بود که خلافت عباسی رو از بین ببره و خلافت اسلامی رو به سلطنت خودش اضافه بکنه که البته میدونیم که به آرزوش هم نرسید سال 616 چنگیز مقل تونسته بود چند تا قبیله رو با هم متحد بکنه چنگیز یک کاروان رو فرستاد سمت ایران کاروانی که ابریشم داشت یه شهری بود نزدیک جیهون کاروان به اونجا رسید حاکم این شهر کاروان رو چپاول کرد و همه رو کشت و اموال رو غارت کرد یک نفر از این کاروان فرار میکنه و برمیگرده به چنگیز ماجرا را تعریف میکنه چنگیز نامه میفرسته به سلطان شاه و ازش توضیح میخواد اما سلطان ایران متکبر بود و جوابی نداد چنگیز که دید جوابی نگیره فکر نامه دیگه ارسال کرد منتها با لحن شدیدتر و گفتش که اگر جواب این یکی رو هم ندی حمله میکنم نامه دوم هم بیپاسخ بود چون بالاخره شاه ایران بود و از اون ور داره یک نامه میاد که اصلا مهم نیست کسی چنگیز و مغول رو نمیشناخت اون موقع چنگیز حمله کرد حمله کرد به اون شهر نزدیک به جیهون اسمش اطرار بود و خیلی سریع اونجا رو با خاک یکسان کرد خیلی سریع این سرعت بارشون بسیار مهم خبر به خارزشاه رسید ولی چنگیز صبر کرد واکنش سلطان رو ببینه از همونجا حمله کردند و هر آنچه بود رو نابود کردند هر بود با سرعت بسیار بالا سلطان سلطان ایران سپاهی رو آماده کرد ولی چنگیز کار خودش کرده بود با ایجاد حراس بسیار با اینکه سپاه ایران بزرگتر بود ولی روحیه ای نداشن. چون خبر فشن بودن مغول ترس و وحشت ایجاد کرده بود و البته سرعتشون پس شکست خوردن ایرانیان با وجود سپاه عظیمتر تدا سرباز بیشتر شکست خورد سلطان فرار کرد به جزیره آبسکون در دریای خزر و همونجا هم مرد و چنگیز ویران و قطره میکرد این خشونت استراتژی جنگشون بود که دشمن قبل از اینکه بخواد به جنگ شکست بخوره نهایت خشونت از شمال شرق ایران اومدن رفتن هند افغانستان پاکستان شمال ایران به طرف غرب تا حلب و دمشق پیش رفتن چه جغرافیای بزرگی بود نه تنها خال از شاهیان رو بلکه عباسیان رو هم که تماما حکومت مسلمان بودن رو عب... از بین بردن گرچه به مصر وارد چنگیز سال 624 مرد ولی دو سه نمونه از عملکردهای چنگیز رو بگیم حیف نگی واقعا با اینکه خیلی هم ربط به هنر و فرهنگ نداره ولی دونستن فضای اون موقع ایران بعد میتونه بهمون یه دید واضحتری بهمون بده که بفهمیم هنر تو چه فضایی بود که تونست رشد بکنه و اینکه این نمونه ها واقعا نمونه های بسیار جالب و دردناکی هم از عملکردهای چنگیز که طیف نگیم چلا وی خود سفیر اسپانیا است که میخواد بره سمردن تیمور رو ببینه و یه سفرنامه داره که شهر داده اتفاقات این سفر میگه نزدیک که بخارا شدیم یه تپه دیدم که این رنگش سفیده به این راهنما گفتم که یه راهنمایی داشت چرا این رنگش سفیده با بقیه فرق میکنه گفت بریم جلو خودت متوجه میشی نزدیک شدم اینا رو کلاف خود یه نزدیک شدم با دیدم این یه کوه استخانه گفتم این چیه؟ راه نما گفتش که این استخانهای مردم بخاراست داستانش چی بود که تو بقیه کتابهای های تاریخی هم هست این شرحش بعد توی این سفرنامه نیومده که چنگیز بعد از فتح بخارا میخواسته قتل آن بکنه مردم بخارا رو و فکر کنید کشتن هزاران نفر با شمشیر و چاقو چقدر باید سخت باشه چون مثلا الان که نبوده مثلا بمب بندازی یا دینامیت بندازی هزاران نفر کشته بشه چنگیز گفته که فردا صبح فقط هزار نفری که در شهر باقی بمونن میتونن زنده بمونن و با اونا کاری نداریم خودتون خودتون رو بکشید هزار نفر باقی مونده آزادن و مردم برای زنده موندن چه اون ساعت به جان هم میافتند و این تپه استخوان‌ها استخوان‌های اون مردمی هستن که اینطور به دست خودشون کشته شدن یکی دیگه هم تعریف کنیم در مورد خشونتش در نیشابور خب نیشابور شهر بسیار مهمی بوده در خراسان امروز امروزه که مشهد مهمتره توی خراسان ولی قرنها نیشابور شهر بزرگ و مهم بوده که میگن 600 هزار جمعیت داشته و اینا مطمئن بودن که از پس مغول ها برمیان چون سپاه داشت خودش ارگ داشت شهر حفاظت میشد با دیوار و دروازه های محکم تعدادشون زیاد بود پس مقاومت کردن چند روزی محاصره مغول طول میکشه و حتی داماد چنگیز رو با تیر از بالای برج میزنن ولی بالاخره چنگیز با منجنیق و خلاصه زور تونست وارد نیشابور بشه دستور قتل عام صادر کرد یعنی هر کسی رو که دیدید بکشید چند روزی هم طول کشید تا هر کسی که در خیابان و کوچه و خونه بود رو اینها بکشن بقول ها بکشن بعد دیدن که خب تموم شدن مردم اما رو کشتیم اون شیپور معروف پایان جنگ و جمع شدن سپاه رو دمیدن و رفتن ولی خب یه چندی نفرم بالاخره گوشه کناری زمینی پنهان شده بودن از مردم اینا بعد چند روز بیرون اومدن تا کشارو و سر سامون بدن یک کاری بکنن ولی مقول ها نرفته بودن فکر اینجاشن شن کرده بودن قایب شده بودن تا آدم ها این آدمهایی که پنهان شدن بیرون که اومدن بعد از یکی دو روز دوباره بکشنشون و بله باز قتل ها دو سه روزی هم گذشت یک روز صبح صدای ازان از خرابه های مسجد جامع نیشابور اومد بالاخره از 600 نفر پیدا میشن کسانی که تو تحویله ای سوراخی تنوری نمیدونم هر جایی پنهان شده باشن و از هر نوع از هر دو تا هم نجات پیدا کرده باشن با صدای از اینا یه جونی گرفتن و میگن حتما خارزشاهی ها اومدن که چون مغول که ازان آن بودن. اول صبح که صدای از آن رو میشنبن پا میرن می مسجد دیبینن که مغول یک نفر رو گرفتن و مجبور کردن که از بگه پس یک بار دیگه مغول ها اون زنده موندگان رو میکشن میگن حتی چهار پایان رو هم میکشن دستور خود چندیز بوده که حتی یک دیوار عمود باقی نذارن توی بود. رفتار بیمارگونه بوده بابا گفته بود کاری بکنید که سال بعد اینجا شخ زده بشه و سال بعد نیشابور رو شخ میزنه ابن اسیر یه کتاب داره به اسم الکامل تاریخ مغول خیلی کتاب کندنی در مورد مغول به همین الکامل معروفه ظلم و جرم و ویرانی شدید داخل. بعد از چنگیز قبلخان جانشین چنگیز شد و پایتخت برد پکن امروز که تا امروز هم پکن پایتخت مونده ببینید چه جغرافیای وسیعی از پکن خب چطور میشه مثلا به دمشق حکومت کرد خیلی بزرگ این سرزمین سرزمین مغول پس تصمیم گرفتن دو قسمت بکنن فرمانروای این سرزمین رو شرق دست قبلای خان و غرب این سرزمین دست هولاکو که ایران هم جزء حکومت هولاکو میشه هولاکو سال 654 حاکم ایران میشه یعنی 38 سال از اون شروع ویرانیها گذشته توی 38 سال آب خوش از گلوی ایرانیان پایین نرفته حتی چاهای آب رو این مقران پر میکردن البته بجز منطقه فارس که هرگز بهش دست نزدن خلاصه هولاکو شد مالک سرزمین، حاکم سرزمین. مردم هم جونی نداشتن کسی اعتراضی نداشت بعد اون وضعیت داغون بودن هولاکو مناقه رو تو همین پایتخت میکنه از این زمان شرایط تغییر میکنه چون هولاکو که حالا این مملکت دست خودشه قطعا ترجیح میده که اینجا آروم باشه در نعمت باشه تجارت خویا باشه پس کشت و دیگه نداریم و اوضاع قراره که بهتر بشه هولاکو دو تا کار بزرگ میکنه یکی اینکه خلافت عباسی رو بعد از 500 خورده ای سال نابود میکنه که در بغداد بود خب بایدتا اینها سنی بودن تا زمانی که عباسیان بودن یکی نوع وحدت بین مسلمون ها بود به مرکزیت بغداد ولی هولاکو این رو از بین برد و با از بین رفتنشون برخی فرقه ها حالا میتونن بهتر روش بکنن من جمله شیعیان در ایران که میدونیم بکن بعدش به پادشاهی میرسن کار مهم دیگه هولاکو خان کاری بود که با اسماعیلیان کرد اسماعیلی یکی از فرقه های اسلام اینا تو دوره سلجوقیان فعالیت گسترده زیرزمینی داشتن حکومت های رسمی پیش از مغل به خاطر اینکه زیر نفوذ و سلطه عباسیان بودند رفتارشون با اسماعیلیه بسیار خشم بود چون اونا هم سنی بودن به خاطر همین اسماعیلیه روشهای بسیار پیچیده‌ای داشتن برای بقا زندگی پارتیزانی داشتن تو قلعه زندگی میکردن فدایی داشتن یعنی کارهای غیر ممکن انجام میدادن و بعد خودکشی میکردن برای اینکه اسرار سازمانیشون لو نره قدیمی‌ترین سازمان تروریستی رو میگن توی دنیا همین اسماعیلیه بود دو تا از خلفای عباسی رو خاجر نظام رو ملک شاه رو اینا رو این اسماعیلیه ترور کرد و حالا قلعه های اسماعیلی رو یکی پس از دیگری گرفت کاری که هیچ پادشاهی قبلش نکرده بود چون از پسش بر نیامده بودن در واقع ولی هولاکو تونست این کارو بکنه و آخرین قلعه هم که قلعه حسن سباه تو علموت نزدیک قزمین که اونجا دیده باشید اونجا هم یکی رو هم بالاخره فتح کرد اما بحث فرهنگی چیه؟ ربط فرهنگی چیه که ما الان داریم اینا رو تعریف کنیم؟ یکی از دانشمندان جزء این فرده خاج نسیر دین توسی بود جزء اسماعیلیه هلاکو شنیده بود که این آدم ارزشمندیه و برای ساخت بهتر کشور بهش نیاز داره برای همین پیام میداد که خاج تو در امانی بیا پیش خودم تا از دانشت استفاده بکنی واقعا حالا خوبه که با آن این کار کرد خاج نصیر دین توسی هم یه شرطی میذاره که کتاب خونه اسمایلیه رو بر من ببخشی من اون موقع میتونم بیام هراکو هم قبول میکنن میدونیم یه اسم دیگه هم دارن اسمایلیه که گیمر هم خوب میشنسن بهش میگن هشاشین که اصلا کلمه اساسین از این گرفته شده اساسین به معنای کلر قاتل و بازی محبوب اساسین کرید اگر داستانش مستقیما به حسن سبا و هشاشین رفت نداشته باشه حداقل کلمش رفت داره به هر حال این هشاشین یعنی چی؟ عموما میگن به خاطر اینکه اینا هشیش مصرف میکردن بهشون میگفتن هشاشین. این نه که غلط باشه کاملا غلط نیست اما هشیش به معنای دارو خودش به معنای دارو گیاه اسماعیلی هشاشین دارو سازانی ماهر بودن گرچه که هشیش هم نوعی داروه حداقل اون زمان استفاده دارویی هم داشته و اینها استعمال هم میکردن از هشیش میخوام بگم اینا متخصصان دارو بودن و دانش داروسازی و پزشکی و البته دانش های دیگر رو خوب بلد بودن. خود حسن سبا یه سلح شور بی سواد نبوده بلکه بسیار آدم اندیشمندی بود. میگفتن که ماها توی کتابخانه علموت میمون و مطالعه میکرد بیرون هم نمیوند. بالاخره را خود تصمیم گرفت که کتابخانه علموت رو حفظ بکنه برای خاجر نصر دین توسی. این خیلی مهمه چون تا قبل از اون مغول ها هر چی کتابخونه بود نابود کرده بودن چون میخواستن از هویت توهی بکنن این مردم رو بگن شما هیچی نیستی یه داستان خیلی جذاب هم همین ابن ن... ابن عصیر توی کتاب الکامل آورده که بسیار دردناکه تعریف میکنه همین هولاکو وقتی بغداد رو فتح میکنه هیزون برای گرم کردن حمام نبود که سربازان مغول حمام کنن چون مدت زیادی شهر در محاصره بود هولاکو دستور داد کتاب های کتابخانه بغداد رو به حمام منتقل کردند و یک هفته آب حمام با سوختن این کتاب ها گرم شد و جمله بعدش اینه و بغداد هزار حمام هم داشت چقدر کتاب بوده یعنی اونجا همین مقول اینطور ویرانگر بود حالا همین آدم به خاطر دانشمند ایرانی خاجه از نز... خاج نصیر نصیرالدین توسی یک کتابخانه عظیم رو نگهداری میکنه نگه میداره و از تو میشه گفت که خیلی از دانش امروز ما مدیون این مرد فاضله که این دانش به نسل های بعدی رسیده لازم میشه اصلا احراق نیست میتونیم بگیم خاجه نسیر هولاکو رو آدم میکنه واقعا میدونیم که یکی از بزرگترین رصدخونه های دنیا تو شهر مراب ساخته میشه توسط همین خاجه نسیر دین که وزیر هولاکو شده بود ساخته میشه بر این رصدخونه ای که از همه جای دنیا دانشمندان رو میکشید مراوه مغول‌ها ها به رئیسشون گفتن خان ایل خان یعنی رئیس ایل خان ایل شاه و سلطان واجه های فارسی و عربی هن. شاه فارسی پهلوی سلطان عربیه خان مغولیه خانوم هم مغولیه خان یعنی مرد محترم خانوم یعنی زن محترم این خانان مغول چه کسانی هستن؟ یعنی همون رؤستای قبیله رؤستای ایل رئیس این ایل ها چند نفر هن مثل اولجایتو بازانخان که هر کدومشون یه جایی بودن و مرکز فرهنگیشون ولی تبریز بود مرکز فرهنگی تبریز بود این حکام خیلی زود روحیهشون از اون وحشیگری خارج شد و به خاطر بزیراشون و بزرگانی که باهاشون کار میکردن یواش یواش روحیه شعر و فرهنگ و هنر گرفتن تو همین مقطع آغاز خیزش هنر ایران اتفاق بود بعد از هلاکو یه ای آرامش ایران رو گرفت و در این آرامش در دوره حاکمیت این هاست که مردم روی خوش میبینن واقعا و هنر رو به رو به اوج میگیره این حکام زبان فارسی ها گرفتن مسلمون شدن اسمشون رو عوض کردن حتی قازان خان اسم دیگه هم داشت محمود اولجایتو اسم اسلامیش محمد خدابنده است یکی دیگه شنان مثلا به ابو سعید معروفه تا اسم خودش اینا دوچار دگرگونی شدن به دو دلیل یکی به دلیل همین نشست و برخواست با بزرگان اندیشمندان ایرانیه دوم اینکه این, که این مغول ها واقعا بیابانگردهایی نیمه وحشی بودن این واقعیت متهم به نجات پرست نشیم اینا پیشینه ای نداشتن در مملکت داری خوب بلد بودن مثلا چند شبانه روز بر روی اسب بمونن اما از اصلاح حکومت داری چیزی که نمیدونستن انسان بسیار پذیرایی بودن البته در برابر فرهنگ در برابر دانش مثل کاسه های خالی بودند که میشد داخلش هر چی ریخت همشون هم وزیر و وکیلشون ایرانی بود که بهترین راه برای زنده نگه داشتن فرهنگ ایرانی رو این وزیرایی این که توی دربار بمونن اصلا اینا خیلی زود ایرانی شدن و دوستار ادبیات و فرهنگ و موسیقی و غیر خب رسیدیم به بخش هنری ماجرا البته واقعا بدون مرور اتفاقات تاریخی اهمیت چیزی که میخوایم بگیم به خوبی مشخص نمیشد خب توی این بین در بین این وزیران یک نفر هست که هیچ مشابه و نظیری نداره شخصی به اسم خاجی رشیدالدین دین همدانی ایشون پزشک بود در دربار غزافان هم به عنوان پزشک وارد شد اما چون آدم کاردانی بود پیشرفت کرد و شد صدر الان میگن رئیس و الوزراء اون موقع میگفتن صدر یعنی اول دوم صدر که همین خواجه رشید دین همدانی باشه این خاجه وزیر اعظم هر ستان هم شد یعنی هم قازان خان هم بولی تو و هم ابو سعید بدون شک تأثیر ترین و تعیین کننده ترین فرد از نظر فرهنگ و هنر در تاریخ مغول همین خاجه رشید دینه چطور؟ قبلش بگیم که مغول های خوبی دیگه هم داشتن اونم این که نسبت به دین حساب به دین آدم ها بسیار آزادانه رفتار کردن هر که هر دینی که داشت میتونست داشته باشه هیچ موردی نیست از معدود حکومت های داخل ایران بود که ما وزیر یهودی داشتیم وزیر مسلمون شیعه سنی مسیحی وزیر زن داشتیم اصلا تو آثار هنری میبینیم که زنها تو جامعه چقدر نقش پررنگی داشتن خلاص این خارج رشید دین هم مسیحی بود آه. از کتاب هم بود و میدونه که جامعه بدون کتاب و دانش و دانشگاه اصلا جامعه نیست این آقا از حدود 685 به زانت رو شروع میکنه و خدمات بی رو به جامعه بشریت و خصوصا ایرانیان میده این مرد پول داره و قدرت سیاسی داره چیکار میکنه با اینها؟ در کنار مرکز فرهنگی مغول یعنی تبریز مرکزی درست میکنه به اسم رب رشیدی رب به زبان عربی یعنی شهرک و رشیدی هم که به خاطر خاج رشید دیم گذاشتن رشیدی بعضی منابع هم به جای رب رشیدی میگن رشیدیه اتفاق خوبی که افتاده اینه که یه وقفنامه نامه داره این رب رشیدی که از ایران خارج نشده توضیحات این وقف نامه در کتابخانه تبریز نگهداری میشه این خاج رشید در کنار شهر تبریز یک شهرک میسازه بسیاری معتقدند که این مرد اندیشمند و فازه دست داره یک آرمان شهر بسازه میدونیم که خیلی از فلاسفه و بزرگان از افلاتون تا فارابی در مورد آرمان شهر اوتوپیا مدینه فاضله شهری که ایدارها توش اتفاق می افته با یه بیان سطحی در موردش حرف زدن. ولی هیچ کس اینو عملی نکرده هیچ کس تلاشی نکرده که بخواد بسازه صرفاً گفتن یک شهر ایدال باید دار. این چنان و آنچنان باشد این خاجه رشیدالدین آرمان شهر رو پیاده میکنه میسازه یا حداقل خواسته که این کارو بکنه از خوششانسی ما اطلاعات ما از رب رشیدی بسیار کامله هیچ شکی توش نیست بسیار اطلاعات ما کافیه چون این مرد خودش به قلم خودش که خوشنویس هم بوده شخصا برای این شهر وقف نامه نوشته با تمام توضیحات کامل ما میدونیم که مساحت این شهرک چقدر بوده ارتفاع دیوارها چقدر بوده چند تا نگهبان داشته چند تا مستخرب داشته حتی میدونیم که زباله های خانه ها رو ساعت چند تخلیه میکردن عجیبه خیلی عجیبه شاید بزرگترین خدمت این آقا اصلا این بوده که این وقفنامه رو نوشته ما میدونیم که دستمزد کسی که آب پخشون کرده چقدر بوده اصلا در خیلی جزئی حدود 700 صفحه است که خودش نوشته خودش هم آمن بوده به عنوان وزیر اعظم به عنوان صدر هم بودجه دستش بوده دیگه و خودش هم اینا رو نوشته بخاطر هم کاملا دقیقه دفنامه یه کتاب بزرگ دستنویس به قلم خودش همونطور که گفتیم اولش هم که میخواد بنویسه میگه که من فلانی هستم و اینها رو در مینویسم برای این این کتابه تا سال 48 یعنی تا 1348 هم سال پیش دست نوادگان و خانواده خاج رشید بوده خانواده نحجبانی که دولت پهلوی اقدام خوبی میکنه و این کتاب رو میخره و الان تو کتاب خونه تبریز نگهداری میشه این کتاب به عنوان اولین اثر ایرانی در حافظه جهانی یونسکو ثبت شده خلاصه اپامی تو اطلاعاتش مطمئن نیست بری سراغ خاجرش خاجه میدونه که مغول ها چه بنایی سر کشور را این تصاویری که میبینیم یه سری طراحی هستند از که ازش کشیده شده از رب رشیدی ولی خود بنا خراب شده این شهرک و خاجه رشیدالدین با بودجه که در اختیارش بود ساخت که البته خودش هم بسیار ثروتمند و میده به کیا این شهرک و دانشمندا و هنرمندا ما نه قبلشون اون ای داریم در تاریخ ما نه بعدش چیزی داریم اما این پروژه تا 300 سال بعدش تاثیرگذاره خاجه از شهرها و کشورهای دیگه اندیشمندان و هنرمندان رو دعوت میکنه به این شهر تا کار علمی و فرهنگی بکنن کتاب بنویسن ما با بخش فرهنگی و هنریش کار داریم منطقه هم. اما یاد اون باشه که کار اصلی جنبه علمی بوده توی این شهرک توی این رب اینجا همونطور که گفتیم اطلاعات کامله میدونیم 15 هزار خانه داشته 24 تا کاروانسرا داشته ببین چقدر بزرگی 24 تا کاروانسرا اونجا دانشمندان حقوق دولتی داشتن بورسیه داشتن یه چورایی ربع رشیدی آغاز خیزش نقاشی و کتابارایی ماست درسته که به نام مغول تموم شده حکام اینان بالاخره اما کار اصلی رو خاج رشید دی میکنه این آقا میخواد کتاب تولید بشه چون کتاب ها عموما سوختن جامعه به کتاب نیاز داره پس دانشمندا و هنرمندای شهرهای مختلف رو جمع میکنه اینجا و بهشون امکانات و حقوق میده و به زودی اینجا تبدیل به شهر بسیار پویا این کار به شکلی سیستماتیک انجام شده مثل مثلا گروهی که برای آموزش پرورش کتاب تولید میکنن الان قطر که یک نفر سفارش دهنده و یک نفر سازنده کتاب نبوده نه مثل تا قبل از اینکه یک نفر همین کار رو میکرده احتمالا این خب یه پدیده جدید در جهان بود که در شهرکی ادعی به طور سیستماتیک کار هنری دارن انجام میدن البته که اگه شما جای دیگری رو میشستین بهمون بگید ولی فکر نمی کنم جای دیگه ای تا اون موقع در تاریخ جایی بوده باشه که اونطوری بخوان کار فرهنگی انجام بدم احتمالا صدها نفر اینجا که یک گروهی فقط دانه کاغذ تولید میکنند گروهی فقط مرکب تولید میکنند گروهی فقط صحافی میکنند و گروهی در این کارگاه ها نقاشان نشستن و کتاب هایی که تصویر میخوان را نقاشی میکشند اینجا اونجا که نقاشی شروع میکنه به اوج گرفتن حواسمون باشه همه کتاب ها نویسنده و صحاف میخوان ولی همه کتاب ها تصویر که نمیخوان ها ما میتونیم بفهمیم بیشترین تعداد گروه تو این کارگاه ها افراد خوش نویس بودن چون همه کتاب ها نوشتن میخوان ولی برای نقاشی و نقاشان چه اتفاق میفته این کار تعدادشون اونقدر نیست که رشید دین رو راضی بکنه پس این کار مهم میکنه و از کشورهای دیگه نقاشانی رو دعوت میکنه از سرزمینهای چین بیزانس بغداد و شهرهای دیگه بیزانس کجاست؟ ادامه ای امپراتوری روم باستان منتها توی شب امپراتوری بیزانس بود الان ترکیه است استانبول امروز پایتخت بیزانس بود همون جغرافیا ما امروز مطمئنیم که تو رب رشیدی نقاشانی از بیزانس و چین بودن و احتمال میدیم از بغداد هم آوردن پس احتمالا چهار گروه از چهار فرهنگ و جغرافیا تو رب رشیدی دور هم جمع بشن متاسفانه هیچ اسمی از هنرمندا هنرمندای سرزمین ها توی نقاشی ها نیست هیچ امضایی نیست ولی از روی منابع میدونیم که نقاشی ها از این نقاش ها از این سرزمین ها اومده یه چیزی رو دقت کنیم برای اینکه ابعاد ارزشمندی این شهرک رو بهتر بفهمیم به این دقت بکنیم که اون موقع هنوز در مشرق زمین یک مرکز فرهنگی بیشتر وجود نداشت اون هم چین بود کرو ژاپن فرهنگ اونچنان غنی مثل چین نداشتن اون موقع و تنها مرکز و قلب مغرب زمین هم بیزانس بود هنوز فرانسه و ایتالیا وجود نبودن اصلا به این شکل داریم در مورد قرون بستا و دوره خفقان اروپا حرف بزنیم پس وقتی میگیم از چین و از بیزانس هنرمندانی آورده شد از بهتر بگیم بهترینان شرق و بهترینان قرب به ایران اومدن در واقع به ایران آوردن حالا چه اتفاقی میفته این نقاشی که در رب رشیدی تولید میشه حاصل فعالیت فرهنگ های تصویری مختلف پس نتیجه کار ناهماهنگیه ما چیزی که این، اینجا تولید میشه مذهب و نقاشیه بهش میگیم مکتب تبریز ایلخانی اعتمال بعضیتون بهتر از من میدونیم که ما هم ایران مکاتب نقاشی داشتیم اگه بخوایم مختصات این مکتب تبریز ایلخانی رو بگیم همینه عدم یک دستی در آثار پیشینه بر روحی نقاشی چینی یک چیز تجارب و طرز تفکر نقاش بیزانسی یک چیز دیگه. پس طبیعی که این آثار یک دست نباشه. رب رشیدی سی تا سی و پنج سال اینا فعال بوده. این عدم یک دستی بیشتر برای چند سال اوله. بعد از این مدت اینا زبان همو میفهمن و یواش یواش به یک دستی کشیده میشه این آثار. مختصات نقاشی چینی هم ماندگار تره چیزی که بعد بگیم اینه. بیشتر از بیزانسی عدقار این نشون میده که روحی ما بیشتر به چینی ها نزدیک بوده تا اروپایی ها البته که ما قبلترش هم خوبی با چینی ها داشتیم مثلا شخص مانی نقاش به چین سفر کرده احتمالاً. توی این مکتب سه تا گرایش کاملا مشخصه گرایش ایرانی گرایش چینی که درمگیری مواج دارد به موضوعات و موجودات افسانه مثل سیمرغ و اینا پرداختن و گرایش بیزانسی که با میل به طبیعت پردازی میل به واقعگرایی میل به حجم نمایی میل به او پردازی دیده میشه خلاصه میشه تغییرات رو کاملا دید اختلاف رو کاملا دید یه کتاب معروفی از اسم منافع حیوان سال 690 <applause> که تصویر سازی های بسیار زیبای چشمگیری داره یه کتاب دیگه هم هست به اسم شاهنامه ابو سعیدی که سال 730 تاریخش تو منافال حیوان رو نگاه بکنید مثلا کاملا مشخصه که این نقاشی برای یک چینیه و این یکی برای یک بیزانسیه ولی تو شاهنامه بیزانسی ولی تو شاهنامه ابو سعیدی که چهل سال بعد از منافول حیوان تاریخش دیگه اینقدر واضح نیست که این نقاشی کار نقاشی اهل کجاست مشخصه که با هم ترکیب شدن خصایصی ازشون معلوم هست ولی دیگه داد نمیزنن که این نقاشی مثلا مال یک نقاش چینیه چون با هم تعامل داشتن این نقاش دیگه و این تمام آن چیزیه که باعث خیزش نقاشی ایران میشه اگر دوست دارید مشخصا بریم سراغ این کتاب ها و تصاویرشون رو بررسی بکنید حتما برامو کامنت کنید ما فقط میخواستیم سیر تاریخی هنری و شروع این رشد هنر ایران رو تعریف بکنیم و قطعا در اپیزودهای بعدی سراغ اوج نقاشی ایران در دوران صفوی هم خواهیم رفت با این حال نظراتتون رو برامون کامنت بکنید ما قطعا میخونیم اگر دلارتر رو سابسکرایب نکردید حتما بکنید این اپیزود در تابستان 403 و با تدوین و کارگردانی حسن زمانی ضبط میشه